سلام و وقت بخیر به بخش دوم آخر خط خوش آمدید شمال در افغانی پیاماوران مرگ, سکو... مرگ, و سکوت معنادار ارگ نامنای اخیر در کشور و خصوص ولایات شمالی از جمله بدخشان در شرایط که موضوع آغاز گفتگاه سال با مخالفان مسلح دولت به شدت در رسانه ها بحث می شود و حکومت هم بارها از آغازین گفتگوها خبر داده است به شدت نگران کننده است و خبر از آغاز فصل سختی از نامنی ها در کشور دارد. نامنی های پراگنده اخیر در ولایت مختلف کشور از جمله حملات سازمانی یافته به ولایات شمالی و تکتیک های جدید از جمله گروگانگیری حمله به اماکن مقدس و ذبح کردن شهروندان و نظامیان کشور مصداق این مده است. در این میان در حمله چند روز پیش مخالفان مسلح بر پاسگاه های ارتش ملی در ولسوالی جرم ولایت بدخشان علاوه از شهادت بیش از 20 سرباز و زخمی و اسیر شدن تعداد دیگر و همچنان افتادن تجهیزات این نیروها به دست مخالفان ضربه سخت بر روحیه جمعی مردم افغانستان وارد شده است اما با آنکه این رخداد خشم نمایندگان مردم در شورای ملی و واکنش های تند کاربران شبکه های اجتماعی را در پی داشت هنوز هم حکومت وحدت ملی و شخص رئیس جمهور در این راستا حتی اعلامیه صادر نکرده است نامنی های اخیر در کشور و تلفات نیروهای امنیتی در حال افزایش یافته است که نگ... گفته می شود هنوز هم رهبران حکومت و ملی روی برخ مسائل اختلاف دارند که از جمله معرفی نشدن نامزد وزارت دفاع و رئیس ستاد ارتش نمونه این اختلاف است با این همه مقام های امنیتی افغانستان اعلام کردند که به عملیات گسرده را در برابر ترورستان داخلی و خارجی در ولایت بدخشان را اندازی خواهند کرد اما در نهایت دیده شود که دولت چی چاره برای نامنی های شمال و بخصوص ولایت بدخشان در پیش خواهد گرفت روی همه این موضوعات با حضور خانم گلاله اکبری عضو مجلس سنا و آقای دکتر روحلا محقق آگاه امور سیاسی در این برنامه آخر خط بحث و گفته می مهمانان عزیز خیلی خوش آمدید خانم اکبری در نخست اجازه بتین با شما شروع کنیم در پیوند به حادثه تحصف که چند روز قبل در ولایت بدخشان در ولسوالی جرم شاید بدم صحبت بکنین که یه اتفاق از اونجا که شما نماینده مردم هستین و در تماس هستین با مردم یه اتفاق چگونه رخ داد و روایت های زد و نقیز وجود داره از این حادثه تا حالا نقل شده واقعا حرف های جدید در پیوان به این رویداد چی است بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت شما بیننده عزیز و درود و سلام می بر روان شهدایی که در اواخر و خصوصا در روز جمعه در ولایت بدخشان و در ولایت بلخ و در دیگه نقاط افغانستان جانای شیرینشان از دست دادن و تسلیه ترز میکنم به ملت مجاهد افغانستان حادثه که در بدخشان رخ داده یک حادثه واقعا تاریخی به سابقه و یک حادثه بسیار تکان و تلخراش برای مردم افغانستان و خصوصا برای مردم بدخشان است این نشان داد که دولت مثل گذشته ها مثل که تا هنوز بدخشان نتانسته که صاحب یک سرک قیر در بدخشان باشه با. مثل که در گذشته همه عق و امتیاز بدخشان تلف می شد. اما باز هم بدخشان همیشه نمایداش متنفیزین مردم مسئولین دولتی داد میگفتند که بدخشان ناامن است بدخشان شاید یک ناامنی در بدخشان رخ بده و بدخشان در بدخشان یک تعولاتی توسط مخالفین به وجود بیه که باز وقت جلوش دولت گرفتن نتانه همیشه گفتیم همیشه به ادارات مربوطه حتی به گوش رئیس جمهور و به گوش معاونینش رساندیم اما با تاسف با تاسف که هیچ نوع امکاری که لازم بود و طالبی که در بدخشان است طالبی چهار سال پیش و سه سال پیش و دو سال بله. پیش نیست طالبی است در کی... مورد ای که در گذشته هم ما شاهد چنین بله. اتفاقات بودیم سر صدای از سوی اعضای مجلس نمایندگان به ویژه نمایندگان مردم بدخشان بله. در مجلس هم بودیم روی هم صحبت میکنیم در نخست میخوایم دیدگاه شما رو بشنویم میگی که اتفاقی که چند روز پیش رخ داد چگونه رخ داد و حالا روایت های زد و نقیزی در این مورد وجود داره حرفای تازه در مورد چی در حساب آدیسه ای که رخ داده یک آدیسه ناغانی بوده و یک آدیسه بوده که قبلا در ارتباط با این معامله صورت گرفته از طریق طالبا و از طریق تا مردمای محل که ما نمیتونم نامی از افشا بکنم در کنار ای که گفتین از مردم محل بله، بله. و طالبا معاملات صورت گرفته بله. گفتهایی وجود داره که مقامات امنیتی بدخشان هم در این رویداد دست داشتن اجازه بتین اجازه که موضوعات برتان بگم معامله صورت گرفته که شاید پوسته های اردو ملی را قبلا یا خریداری ای کردن این معامله را کیا صورت گرفته و از کیا خریده شده مخالفین توسطی گروپ هایی که در داخل دولت داره این گروپ ها تحقیقاتی که شما داشتین و معلوماتی که بله. شما دارین کی ها هستن ما آل بعدا نامشان آل نمیگیرم نامشان شاید بعدا وقتی بگیرم امیر بگوین که مردم بفهمن این مردم که مامله گرا در واقع باعث کشته ما... شدن ما... چندین سرباز کشور برفتاند. شد کی ها هستن ما برای سی امنیت گفتیم ما به وزیر قماندان امنیه گفتم ما به والی صاحب گفتیم ما به همه ب... گفتیم با مردم هم گفتم مردم خودش میشناسه مردم اون محل خودشان میفهمن کی هستن ولی اما اون که اجازه بدید چیزی که خیلی میایم با موضوع میرسیم مثلا چی کسی باعث گوش بگی. کشتار کسانی که یک روز در بغل طالب است و یک روز در دولت است کسانی است که زیر چتر طالب امروز کارخانه ها را ایجاد کردند اینا ما میخوایم بشنویم شما اینها را این میشناسه دولت میف... میفهمه خودش میدانه که اونا کی هستند شما, شما اگه هستن؟ محلی هستند هستند هستن. هستن که هم از دولت امتیاز میگیرند و هم امروز خوسته که نام کردن خوسته که امروز میبینین که تقریبا بیشتر از 18 نفر سر بریده میشه و امروز یک تعداد از افسرای قرمان افسرای شیجا و نظامی های دلیر ما امروز در اثارت هستن خانم من توسط شما گفتین که هم از, از طالب سود میبرن و هم از حکومت قماندان های محلی میگید شما نماینده مردم هستین مردم بلی. توقع داره حقایق به مردم بگوین و کسایی که در واقع باعث قتل و کشتار مردم شدن به ویژه سرباز سربازای شجاع افغانستان را نام ببرین واقعا مشخصا بگوین کیها باعث چنین اتفاق شدن بش ما براتون میگم که ما او لازم نمی بینم که اینجا بگم اما ما اما ما مردم ارتباط نداره به خاطری که تا زمانی که زمانی که مردم بالا از سربازای کشور کشته میشه واقعا ارتباط نداره تا زمان... تا زمانی که او به قانون تس... قانون بالای از او تطبیق نشه او او را دولت قانون را نگیره بالاش تطبیق نکنه من افشا کردن نمیتونم به خاطر از که اگر حال من افشا میکنم او شاید رای خدا بدل بکنه دولت خودش بدل بکنه شاید شاید از چنگال دولت فرار بکنه شاید برای دوباره مستقیم با طالب بشینه اما فکر با گرفتن نام اینها در واقع چراشون فاش میسوزین با مردم که چراشون ما به بخش های امنیتی و استخباراتی و به کسایی که ضرورت است گفتیم لازم نیست که اینجا وا... با مردم اما... ام اما, یک موضوع را برتن مردم محلی ما محل خودش میفهم او مردمی که قربانی داده خودشان میفهمن که ناامنی بدخشان اه... طالب از وردوج کی به خستک دعوت کرد و کی ایره میمان خاص گرفت و کی ایره جای داد کی ایره نام داد کی ایره نام نمیگیرم نمی نام نمیگیرم نام نمیگیرم بسار بسیار مجبور نسازین نام نمیگیرم مردم میفهمه خودش مردم محل میفهمه بخش های امنیتی بدخشان هم میفهمه یک موضوع ولی در بدخشان ما به دولت کنکاری دولت سابقه را میدن وقتی که طالب در بدخشان بسار کم بود دو وقت میشد که طالب مهار بکنیم دو وقت میشد که منطقه را بکنیم ولی دولتش تصمیمی نداشت فکر میکرد که طالب در بدخشان یعنی دروغ یعنی توتای نماینده مردین بدخشان و مردین بدخشان فکر میکرد که شاید مردین بدخشان به این نا... نامنی گفتن و طالب گفتن امتیاز به طلبان امتیاز بگیرن اما امروز دولت نو خودش با فکر می میفهمه که واقعا های مردین بدخشان نماینده مردین بدخشان راست بوده واقعیت بوده طالب القاعده یعنی داعش در بدخشان بوده که بیشتر از اشان. گذشت ده نفر سر میبرد امروز جزئیات این حادثه هم میخوایم از شما بشنوام حرفای زد و نقیز در مورد تلفات این حادثه وجود داره وزارت دفاع کشور امور چیز چیز دیگر اعلام میکنه اعضای مجلس نمایندگان با وجه نمایندگان مردم در بدخشان چیز دیگر خ دولت پالیسی خود داره نماینده مردم و مردم این محل پالیسی خود داره دولت مجبور دولت وقتی که یک گزارش بین گروپ های امنیتی 6 تن او را سرش بس کردن او را به رسانه دادن مجبور که تا آخر امور را بگن ولی نماینده مردم چیزی که مردم این محل برش میگه چیزی که از محل واقع برش اسناد و به حساب چیزای دقیق رسیده او را میخوان گزارش با این واسه اون چی که شما میگن وزارت دفاع در واقع حقیقت نمیگن بله وزارت دفاع مقصیر است وزارت دفاع در اینجا واقعا واقعا خیانت کردن و امروز مسئولی اردوی ملی در بدخشان باید به با قانون سپاریده شد جواب در است جنرالی که مسئولیت اردو را در بدخشان جنرال؟ داشت جنرال تمکین. جنرال جنرال تمکین. تمکین. او باید بدون اجازه وزارت دفاع محل تر کرده در اینجا معامله صورت گرفته و در اینجا پوسته ها قبلا فروخته شده و طالب توسط افراد اشخاص میره دعوت میشه و طالب از یخنش میگیرن که بیاین شما پوسته ها را بگیرین سقوط بتین دولت کی است دولت خواب است دولت خبر نداره اما در اینجا ببینین هرچی تلفات میبینه اردوی ملی میبینه هرچی که از دست میروه توسط اردو ملی میروه و, میره و. و اینجا و... ولی یک چیزم باید در اینجا بگم که وقتی که اردو ملی پوسته ها را در اینجا ایجاد میکنه خودش جایی است که خطر هر دقیقه و هر لحظه خطرات رو تعیین میکنه بشن. اینی هم سازماندهی شده بوده بله اما جای نقطه های حاکمی که باید از اونجا دشمن ضربه میزد و از اونجا دشمن تهدید میکرد نبود در قات یک دره آمده پوسته ها و سنگرها را ایجاد کرده و از چهار طرف زیر تهدید دشمن و مخالفین است این خودش باید جوابی داشته باشه که چرا این پوسته ها را در اینجا ایجاد کردین و چرا نتونستین که این پوسته ها را افس بکنین بله در هم صحبت میکنیم خانم مجبوری آقای محقق دیدگاه شما رو بشنویم به آنچه که خانم اکبری گفت جنرال بلندپای وزارت دفاع کشور از دو جناح پول میگیرم از طالبان از حکومت افغانستان پاسگاه هایی که در واقع در جایی که نباید ایجاد میشدن ایجاد شدن جایی که در واقع در معرض خطر قرار داشت واقعا چی چگونه است بسم الله الرحمن الرحیم قبل از بس میخوام حرفای خدا به یک شعر آغاز بکنم شود روزی که دیگر غم نباشد صدای انفجار و بم نباشد به گوشم نعره ماتم نباشد به یتیم شبنم نباشد چنین باشد تمام آرمانم در این اندیشه ام جاویدانم مصیبت های سخت این زمانم به گوش مردم عالم رسانم سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه محترم نور و جناب سناتور سیب شما و دستاندارکاران شبکه درود بر روان پاک شهدایی که در حادثه اخیر در ولایت بدخشان به خاطر حفاظت و به خاطر حراست از سرزمینشان به خاطر حفظ ناموس وطن جانهای شیرینشان را نثار کردند و به ایشان و خانوادهایشان تسلیت میفرستیم و به همه مردم بدخشان و مردم افغانستان و از موزیگری های اخیری که نماینده های محترم بدخشان در مجلس داشتند و در نشست های که داشتند اظهار سپاس و تشکری می نمایم. با واقعیت پروسه نشدن بدخشان از دیر زمانی به این طرف در حالتی بود که باید بدخشان نیکی مرکز مقاومت بود بدخشانی که اصلا جایی برای طالب نبود اصلا جایی برای کسایی که بدخشان ده به عنوان یک سرزمینی فرهنگی به عنوان یک سرزمینی که کاملا دور از همه مسائل سربریدن ها و امثال ازی بود ایرا تاب دیدن و تحمل نداشتن و خواستن که را به متو یک زمینه سازی بکنن ما شما شاهدی هستیم که قبل ازی که بدخشان را طالبانی بسازن قبل ازی که بدخشان اونجا بروه اول چاره های سرشناسی که در او مناطق وجود داشت چی در مرکز بودن و چی در ولایات واره را از سریراشان دور کردن به طور مثال شهادت شهید سل جناب استاد ربانی داود خان شهید امثال یزی شهدایی که صد واقع میشدن برای طالبانی ساختن یا افراد و اشخاصی که خواستن چنین دستی را در اونجا در بین مردم پهن بکنن و خواستند که بدخشان را طالبانی بسازن از این تکتیک ها پیش رفتن. در ابتدا او قدر مسائل جدی نبود اگر مردم بدخشان بود جوان های بدخشان بود و کلای بدخشان بود همه اگر سر و را بلند نکردند اکثر نادیده گرفته می شد و این به عنوان جنگ های داخلی و امثالی از او تلقی میکردند در حالی که جنگ در بدخشان دو باد داره یکی بادی داخلی داره و یکی هم بادی خارجی در این شک نیست که بادی داخلی از از ناراضی که در ابتدا شروع میشه و یا جرقه را بود که او میرسانه اگر در صورت که او جرقه کنترل نشوه وضعیت وخیم میسازه اما بود که جرقه که آغاز شد کنترل نشد بلکه تشدید شد و به عناوین مختلفی به عنوان جنگ های داخلی و امثال از این را قلمداد کردند در حالی که بحث چنین نبوده و گستردتر گسترده ازی بود با انوامین مختلف مختلفی با ناراضی که قلمداد داد کردن که به عنوان ناراضی هستن تعدادی یا تعدادی از حکومت یا تعدادی هم فقر دامنگیرشان است و تعداد جوان های بیکاری که از در این سرزمین هستن اکثرا بحثی بحث های قبلی و سال های گذشته چنین بوده در حالی که دولت میتونست به زودترین فرصت در هر ساعتی یا را قم بکنه و از بین بوره و ای حج و مرزی که در داخل منطقه و در بدخشان صورت گرفته بود ای را از بین ببره که اما ای را نادیده گرفت و بحث دیگه بادی خارجی از این میشه کشورهای منطقه را دی نادیده نگرفت به خاطر از اینکه بدخشان با سه کشور مرز مشترک داره اگر ما بحث را آغاز بکنیم از قسمت هایی که فعلا جنگ جریان داره در قسمتی که امی امروز امی لازه تо همین لهظه جنگ جریان دشت قиسمаتهои وردوج ک منطقه به نامи زو د اوا چهار پولیس از جله سه پولیسи محلی و یک پولیسи ان د اوا شهید میش ه قسمаتهои جرم بهارک ب قسمаتи خاش یک مرز هسته ر وصل میکنд تا فرار ت قسمаتهо تخоر بغلان به ای قسمаت و ا میخоستند ک از ای مسیر و از مаسیر ک بتوان به کиشوаرها دیа قدرت های بزرگی که در منطقه و دنیا وجود داره مورد تهدید قرار بتن خواستن که د وارد از این سرزمین شوند بسیار تشکر در مورد مسائلی که چرا بدخشان در واقع به وزیرستان دوم مبادل شوا و در کنار ازی که چی دستای پسی سناریو کار میکنن میپردازیم خانم اکبری موافق هستین که زمانی که حمله ای که چند روز پیش در ولسوالی جرم ولایت بدخشان صورت گرفت باعث کشته شدن چندین سرباز شجاع افغانستان شد تلای وسایت نقلیه نیروهای اردوی ملی فروخته شده بوده؟ بله نه اینکه تل بلکه موارد غذایشان البسهشان و دیگه امتیازاتشان و, و ای که نه عقب نشینی هم کردن نتانستن خواست به خاطر مر... ب... کمبود تیل بودن و قسمی که دوده. از مرکز برشان اوالا میشه او برشان ایج نمیرسه اما در هم خصوص همی حادثه چنان... بله، بنا بر کمبود تیل, تیل, تیل اینا نتانستن عقب نشینی بکنن بله در حساب تیلشان هم وقتی که م... یا سربازا به طرف موترا مراجعه میکن هر موتر که روشن میکن موتر تیل نداره ببینید در اینجا قبلا تیل فروخته شده تیلای که ذخیره باید در اونجا باشه باید تانکرا در اونجا باشه تیل زخ... تیلای ذخیره فروخته شده و پولا در جیب او محصول میشه و به کابل فرار زمانی که طالب ها میکنه و باعث کشته شدن تمامی سربازهایی که در اونجا حضور دارن و به اسیر گرفتنشان میشه موترهایی که تیل نداشتن وسایط نقلیه که تیل نداشتن چگونه انتقال دادن به مناطقی که با خود بردن حتما اونا باز را مسیرشان کوتاه بود زمانی که تل وجود نداشته چگونه تونستن اینا وسایل انتقال بدن یک تعدادی از این حتما تیل داشت وقتی که سربازا دست پاچه میشه حتما بله. مراجعه را به اون موتر میکنن و زودتر خود به همون موتر میرسن که با تاسف تیل نداره ایره نمیگیم که همه تانگ، تانگا و موترای از تیل ندارن. شاید یک تعدادی از او تیل داشته باشه و یک تعدادی از او تا محلی که نیم کیلومتر یا یک کیلومتر فاصله داره دنیا او خستک با خستک شاید با اونجا باشه و وقتی زیادی را هم طالبات دا اونجا داشتن که 6 ساعت اونجا بودن دانستان که تیم از اونجا آوردن و محترم برده باشند در اینجا شک نیست و اون معلوم دق... معلومات دقیق نداریم که چی شد اما در اینجا اگر شما دیشب دیده باشین سرباز اردوی ملی مصاحبه کرد در تلویزیون طلو و خودش گفت که ما چندین بار به مرکز شیفر دادیم و تقاضا کردیم که ما به کمک ضرورت داریم ما مشکل داریم برای ما کمک برسانین طالبا آمادگی دارن امکان داره بالای ما عمل کنن گفت هیچ کس برای ما کمک و در اینجا شما به عنوان اینجا... نماینده مردم در بدخشان که در مرکز حضور داشتین و در واقع نمایندگی میکردین چی کردین ما شخصا از اینجا کاری که میکنیم بالای وزیر فشار میاریم بالای مین فشار میاریم شما از این بالای وزیر فشار آوردید بله, ما شخصا هر وکیلی بدخشان ما دهی بر تضمین میتم که هر وکیلی بدخشان عطا برای رئیس جمهور به ماوین اول به دکتر صاحب عبدالله عبدالله رئیس اجرایه با وزیر دفاع با وزیر داخله به رئیس امنیت در ارتباط به بدخشان کمتر از ده دفعه و پانزده دفعه ما کمتر مراجعه نکردیم نتیجه شی که میکنیم میشود مشکل نداره. صورت ما آمادگی داریم ما ما برنامه داریم ما پلان داریم و کار هم صورت نگرفته کار هم صورت نگرفته ما از حضور شما در, مجلس ما میخوایم امیر پیشنهاد بدیم خود خانم شما اقرار میکنید شما در مجلس با چی معنا زمانی که حرفتون تاثیر گذار نیست ببینید ما در حقیقت یک پول ارتباط بین مردم و دولت هستیم زمانی که پول درست نه پیام مردم برسانه و پیام در واقع سوی رهبران حکومت و عادت ما... مقامات در نظر گرفته نشه ما مسئولیت داریم که صدای مردم برسانیم صدای مردم را بتیم اما فشار بیاریم استیزا کنیم استجواب کنیم اما ای که دولت خودش ناکام است ضعیف است و دولت توانایی از نداره جواب گفته نمیتونه از محل و منطقه دفاع کرده نمیتونه و شعارش است که نظام افغانستان در برابر طالب منبد مقاومت کرده میتونه ما ضرورت به خارجی نداره ببینید در اعلانات هم میگن و در جلسات هم می... اما وقتی که در عمل میاین هیچ چیزی نیست مشکل در اینجا که مشکل در اینجا است که امروز وزارت دفاع وقتی که سرپرست وزارت دفاع معرفی میشه رای نمیگیره ولی اقدامندانه اول میروه قواتایی که از فرقه 111 است او را عاجل انتقال میده به کابل ببینید امروز در اینجا باید جواب داده شود که چرا به خاطر چی نماینده مردم همیشه داد میزنه که در بدخشان مشکل است ضرورت است شما باید پیش از مای عمل در اونجا عملات خود بکنین و آمادگی داشته باشین محل تصفیه بکنین اما اینا برعکس ایوازی که ما را قناعت بتن ایوازی که تدابیر خوب تر بگیرن قوتاشو میکشه برای کابل می. این ای, ای در نشان میده که عقدمندانه اینا کار میکنن خانم اکبر مثلا بدخشان کار نکردن بله. ما یک موضوع ما در هم همه چیز داردن داردن. نظر به اراضی افغانستان نظر با... ب... یک موضوع ما نظر به اراضی بدخشان نظر به سوال عبور بودن بدخشان نظر به تعداد واحد اداری بدخشان که چقدر نسبت به همه ولایت افغانستان یک ولایت بسیار کلان و بزرگ و وسیع و پرخم و پیچ است و با سه کشور هم مرز است ولی چرا تشکیل اونجا با تشکیل یک ولایت کوچک مم. یا دایکدی یا پروان یکی است و در مورد همی صحبت بکنید خانم برای ما داده نیست بله. دادگی گهگاهی صحبت میشه از که در نامنیای بدخشان مقامات محلی هم دست دارن و مافیایی که در اونجا حضور دارن در واقع میخواین نام باشه بدخشان تا سود ببرن میخوایم ریشه های ناامنی را شما مشخصا از بدخشان هم بشمارین کدام عوامل باعث شده که ما هر از گاه شاهد حوادث خیلی ناگوار از بدخشان باشه؟ نامنی های بدخشان که طالب بدخشان سنگر انتخاب کرد و خواست که از جنوب به سمت شمال بره و خصوصا در بدخشان اینا مرکزیت بگیرن و ناامنی‌ها را بیشتر و زیادتر ایجاد بکنن میفهمید دو بدی سیاسی داره یکی ای که امرز با چند کشور است با پاکستان است با چین است با تاجیکستان است از این طریق میتونن که بسیار خوب کمک های خارجی را و رای عبور و مرورشان به کشورهای خارجی و حتی تعداد خارجی ها که آلی آوردن در بدخشان که اینا مین گذاری میکنن مین, مین فرش میکنن و مین میسازن و تعداد جوان ها فعلا تربیه میکنن به این خاطر و, و, و بودی دیگهش به خاطر ازی است که در بدخشان مدن لاجورد است در بدخشان قاچاق،, قاچاق و ترافیک مواد مخدر اینا بسیار خوبتر کرده میتونن ببینین مفاد طالب و مخالفین بیشتر و زیادتر که اونا را اکمال میکنه قاچاق و ترافیک است مو... ترافیک مواد مخدر است و شما از تمامی مسائل مقامات ب... در جریان بله، گذاشته بودید همه گذاشتیم و اینا به این خاطر اینا خواستن که بدخشان ناهمن بسازن و نقاط مهمی بدخشان اینا ناامن ساختن که اینا یک راه از طرف کرانمانجان باز بکنن به پاکستان از طرف ولسوالی های مرزی فعلا ناامن ساختن از طرف وردوج اشکاشم زیباک تا یا راه پیدا بکنن به تاجیکستان و چین بسیار تشکر. اینا, اینا بسیار یک, برنامه و پلان وسیع دارن که تا بتونن پایگاه خدا در اونجا اعلان بکنن یک ولسوالی را خدا نخواسته اگر سقوط بتن طالبا میتونه که در اونجا پایگاه خدا اعلان بکنه و از اونجا اتا نامی که فعلا میخواه که بیرقش تغییر بته و نامش تغییر بته تا تی اینوان دایش اعلان میکنه دایش, دایش یعنی چی؟ کسایی که در دیگه کشور ها بودن یک نفر و دو نفر او را دایش میگفتن ولی, بزاره ولی بزاره ای ثابت میکه که دایش است که بیشتر از دو نفر سر میبره سپاسگزار با سلام مجدد بینید آخر خد از نور است آقای محقق آنچه که خانم اکبری هم اشاره کرد دست های کار میکنه در نامسازی بدخشان واقعا میخوایم از شما بشنویم که این دست ها در پس این سناریو کی ها هستند و با ناامسازی بدخشان و در کل شمال افغانستان میخواین چی رو به دست بیارن ما قبل از یک بحث بپردازم می یک چیزی را عنوان بکنم و است که در هر کشور چیزی که میتونه تمام جنگ هرج مرج و کشمکش های داخلی و کشوره کنترل بکنه و حتی در سطح بین المللی جایگاه کشوره تثبیت بکنه داشتن پلان استراتژی است که متاسفانه متاسفانه پلان استراتژی وجود نداره و ما یک پلان استراتژی که دارای سه مؤلفه که اهداف راه و ابزار است و او را مورد بررسی قرار بودیم در بحث در مورد سومی از که بحث ابزار است بحث لوجستیک نیروی بشری و چیزهایی که در مجموع در بر نسبت به یکی به کسایی که از طرف نیروهای امنیتی هستند یا داره امکانات وسیع و گسترده باشند نیروهای مخالفی از یا از طریق مختلفی که نمایندگان بدخشان هم در رسانه ها بازگو کردن تنویل میشه م ی ز شاید بحثها ک ز تلویزیونه دنبال کردم ی از نمایندها بدخشان و خاطرنشان ساختن کи پشتи ن ناامنیها سه موردر یاد کردن, بود کردن، یک بود ک وقتی بحثи معدنره مترح کردن معدن یک منبعи تمویل برا طالبا شده در بدخشان ک ره به سه قسمت تقسیم کرد یکی قمندانها محلی ک اوجا به زور رفتن تصرف رد از کنترل دولتی را بیرون کردن استفاده میکنه یکی را گفت به مقامات حکومتی که در مرکز افغانستان میفرسته و یکی هم به طالبا یک بخشی از روان میکنه و شما ببینید در بحث استراتژیکی را که ما حتی در اسلام بحث های استراتژیکی را در راستای جنگ و صلح و داریم یک بادی از ضربه به قدرت اقتصادی دشمن است ما در حالی که نتانستیم که ضربه ایره به قدرت اقتصادی دشمن وارد بسازیم بلکه قدرت اقتصادی دشمن داره تقویه میشه بحث معدن اگر دولت ایره ده کنترولش نیاره ار دولت اره د تصرف خود نیاره بسی بسیار جنجال برانگیزی را شاید ایجاد بکنه به خاطر از اینکه بهترین منبع تمویل برای است و من یک نقطه دیگه را میخوام اشاره بکنم در ارتباطی با اینکه پاسکار چی ما در یکی از شبکه های اجتماعی در یکی از آدرس ها از یک جوان بدخشانی خواندم کو نوشته کرده بود که قبل از اینکه می سربازا بریده شود تعداد از مسموم شده بودند بودند این را میرسانه که یک پلانی بسیار از قبل طرح ریزی شده و برنامه شده بودن. و یک جوان دیگه بدخشانی او هم در صفحه فیسبوک خود نوشته کرده بود که ما در یک صرافی بودم یک اسکاری اردوی ملی اونجا آمد چهار هزار دالر یواله داد به کابل از ولسوالی در اونجا ما گفتم معاش یزید شاید از سیزده هزار تا بیست بیست پنج هزار کمیازیات بوده باشه چی تو میتونه که یادم این پول کلانی را انتقال بده به با اونجا باز بیم. صراف برای ما گفت که این آدم خود شاید پول از خود از این باشه از قماندان از باشه خب طبعا یک سرباز بیچاره که از از باش کرده دیگه چیزی دیگه آید و گپی نداره گفته از قماندان از است و قماندان از تمام تجهیزات و تیل و امثال از این چیزایی را که بخش لوجستیک از این میفروشن و اکثر این روان میکنن که ما شما اون حادثه ناگواری را که یک بحثی از این بحثی لوجستیک بود که دیدیم و مشاهده کردیم در قسمت ابزار و ابزارها و بحث لوجستیک و نیروی بشری ایره می که کسایی باید در عراضی و در های بدخشان کنترل داشته باشند رهبری بکنن مدیریت بکنن که از توانای نظامی لازمی برخوردار بوده باشند منطقه را از شناسایی کامل داشته باشند بتوانند که در پالوی مردم قرار بگیرن نیروها را به شکل درست بطانند که تقویه بکنن و رهبری بکنن در صورتی که اگر رهبری سالم وجود نداشته باشه اگر این سربازی بیچاره ای را که به بدخشان هزارای از روان کنی به چنین سرنوشتی مواجه خواهد شد ما اگر شما یک بحث دیگر را که ما دنبال کردم او را میرسانه که ما یک کسی از مسئولین امنیتی بدخشان را دیدم که وقتی که طولانی و نیو صحبت میکرد واقعت آدم ناامید میشد برای آینده که چنین یک کسایی را به اونجا میفرستند و من میخوام یک چیزی را به اون عنوان بکنم ما دیروز یک جلسه بسیار کلانی را به جوانای بدخشان داشتیم که در شبکه از طریق شبکه اجتماعی فیسبوک را دعوت کردن تعدادی را در حدود بیشتر از 200 نفر جمع شدند و, و من میخوام بح... تکمیل بکنم امیر اکبر بسا... خیلی کوتاه اینا جمع شدن و خاصی از جایی بود که ما به تظاهرات را پیمای خود ادامه می تیم ان قریب در هفته آینده که روزی شنبی شد باشه و ما از تمام در صورتی که دولت به خواست ما توجه نکنه حرفه های ما را نشنه ما از تمام کسایی که در سطح رهبری بدخشان هستند چی از وکلای محترم چی از جنرال که در اردو پلیس داریم و چی از جوان ها همه متحدانه حرکت میکنیم به طرف بدخشان و ما دولت بعد ازی نادیده در صورتی که ما عدالت خواهی نشوه بسیار تشکر خانم اکبری اولی که داشته های شما چی هست آنچه که آقای محقق گفت وجود داره که قبل از حمله طالبان بر پاسگاه ها یک تعداد از سربازان مسموم شده بودن واقعا چقدر تایید میکنین و داشته های شما در این مورد چی است یک بحث خیلی کلان دیگه است که هر از گاه سر و صداهای بیرون میشه که بدخشان در واقع تنها نقطه عطف است که میتونه شمال افغانستان نامن بسازه سناریوی خیلی بزرگ جریان دارد تا شمال افغانستان ناهم شود و جنگ از جنوب به شمال افغانستان انتقال بفه حالا بیشتر تمرکز میشه بالای فروختن روغنیات وسایت نقلیه سربازان و این قسم وانمود میسازند که تنها به دلیل از اینکه تلا فروخته شده بود و چند نفر بیکفایت در اونجا حضور داشت این اتفاق رخ داده واقعا فکر میکنه تنها به دلیل بوده یا نه این سناریو از قبل تنظیم شده بوده تا این اتفاق رخ بده ما قبلا برتون گفتم ما گفتم که ده اینجا معامله بسیار کلان صورت گرفته و پسته ها خرید و فروش شده معامله شده و ده اینجا کسایی بودن که از در میان طالب بودن و اونا آمدن به مرکز ولسوالی جرم و بارک و از اینجا دید و وادید کردن رابطه های خود پیدا کردن بالاخره در میان پسته ها ببینید اتا تقسیم اوقات پیرداری تغییر میکنه آنه نمو شب تغییر میکنه و مسئول اردو ملی امروز امروز فرار میکنه به کابل میایه همیشه طالب شما, شما در هستیم که با همیشه طالب با مسئول کندر اگان شما تمکین چی برخورد صورت گرفته ده میتر پیش بیایه بله دیروز وزیر دفاع اطراف کرد و گفت که مقصیر است در اینجا معامله صورت گرفته او را به قانون فعلا به سارانوالی معرفی کردیم زیر تحقیق است ما ببینیم که بدن چی میشه و در مورد آنچه که آقای معقیقی یاد کرد قبل که ای از اینکه این اتفاق رخ بوده تعداد از سرباز ها مسموم شده بودن بله، بله. شما تایید میگنیم که مسموم, شدن حتی یک کانتینر قبلا در داده شده که گویا فضای اما منطقه را دود و بارود بگیره اخفال کردن بله. است که زیاد موضوعاتی است که بله بله. این یک ویژه و با یک بررسی ویژه ضرورت داره که در بدخشان سری از این بله. و, و واقع جدا از رئیس صاحب جمهور و رئیس اجرایی می که این موضوع را دنبال بکنه و این موضوع را باید پیگیری جدی خودشان بکنه و حقیقت واقعیت ها را و دستاورشان به مردم بدخشان اعلان بکنه و حرف بسیارت جدیدی که در اینجا حالا سناتور منتخب پدخشان هم تایید کردن است که قبل از اینکه اتفاق رخ بده یک تعداد از سربازای اردو ملی مسموم شده بودند آقای محقق کوتاه اشاره بکنین برای اینکه جلوگیری بشه از حادثات اینچنینی در آینده باید چی بگن رهبران حکومت وحدت ملی رهبران حکومت وحدت ملی یک اراده و عزم محکم سیاسی را باید داشته باشند تا زمانی که اراده جدی سیاسی به خاطر مبارزه وجود نداشته باشه تا که تجهیزات لازم وجود نداشته باشه تا بحث مکافات و مجازات مطرح نشوه تا یک تعدادی را که در ناامنی بدخشان یا در قضیه داخل بودن یا امثال از قضایه دیگری به دادگاه نکشانن تا که مردم مطمئن نشوه و یک عملیات تصفیهوی که مهمتر از همه یک عملیات تصفیهوی را راه به اندازن تا که تمام بدخشان از وجود طالب و دشت پاک شوه و بعد از او یک لیوای را اونجا تنظیم بکنند تا که بتونه یک نسبی اونجا امنیتی بدخشان را تامین بکنند و یک موضوع دیگر ما به خاطر از امی حادثه که صورت گرفته و که مسموم شد و امسال از پای را که ما شما میشنیم یک قصه و واقع بسیار دلخراشی که از امو تماس تلفنی که سرباز با مادرش می داشته باشه کل را که ما دنبال بکنیم بدون پلان قبلی نبوده به خاطر از اینکه بخواد بخواد که می یا مادر از داغدارتر ساخته باشه گفته به با او خاطر امروز از تماس تلفنی میگیرم میگه مادر جان بعد از اینکه تماس ما قطع میشه امروز تو خداحافظی میکنم طالبان سر مرا میبره که مادرش هم با به سکته میکنه و دیگه تا حرفی پسرش نداره اگر حکومت سران حکومتی وحدت ملی و مسئولین امور توجه جدی نکنند ما شاهد همچو تماس های تلفنی خواهد بودیم همچو خانه های زیاد داغدار خواهد شد و ما ناگزیر در بدخشان گردی هم بیاییم یک قیام مردمی و آخر. ملی را را اندازی بکنیم خانم گلالا یک بری مجلس سنا و دکتر روح روحلا مقیق آگاه امور سیاسی خیلی ممنون که تایچی فاردیم همچنان بس سپاس بس. شما که تا حالا بینده آخر خط بده تابت خدا بسیار تشکر